سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا که هستید روزها و شبهای بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. شیوا محبوبی هستم و برنامه این هفته برای آزادی زندانیان سیاسی رو خدمتتون تقدیم میکنم. این برنامه برنامه ای است از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. طبعا ما یک برنامه دو ساعته زنده هم هر یک هفته در میون داریم، اما این برنامه نیم ساعته رو معمولا اختصاص دادیم به خونواده زندانیان سیاسی، زندانیان سیاسی سابق و فعالین این عرصه که بتونن وقت بیشتری در این رابطه داشته باشن. در این هفته دعوت کردیم از مهمان بسیار عزیزی، خانم اکرم نقابی، مادر سعید زینالی. خیلی از شما ممکنه اسم سعید زینالی رو شنیده باشین از طریق رسانه‌های مختلف، از طریق همین برنامه تلویزیونی، و اگر نه من جهت اطلاعتون بگم که سعید زینالی دانشجوی دانشگاه تهران بود که در جریان خیزش دانشجوی سال 78 دستگیر شد. سعید که دانشجو بود در تاریخ 23 تیر ماه 78 در مقابل چشمان مادرش به یک معنی روبوده شد. جمهوری اسلامی حمله کرد به خونه و سعید را دستگیر کرد. سعید را و 6 دانشجوی دیگر را همگی از دانشگاه تهران دستگیر کردند. 4 پسر و 2 دختر. اکرم 14 سال است که از فرزندش بیخبر است. نه قراری، نه اتهامی، نه کیفرخواستی، نه وکیلی یا محکمه و حکمی، نه ملاقاتی و نه جوابی. اما اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، مانند هزاران مادر دیگه دستش تلاش و جستجو بر نداشته. 14 ساله که خواهان این هستش بدون سعید کجاست و خبری از سعید داشته باشه. به همین دلیل در طول این مدت 2 بار اکرم نقابی رو دستگیر کردن، یک بار در سال 88 و بار دیگر در سال 89 که به همراه دخترش دستگیر شد. اخیراً گفته شده از طرف جمهوری اسلامی که گفتن که بعد از 14 سال قراره به ایشون بگن فرزندشون کجاست. واقعا حتی نمیشه برای یک لحظه مجسم کرد که به جای مادر سعید بود. 14 سال از فرزندتون بیخبر باشید، حتی مجسم کردنش سخته. با افتخار کامل اکرم نقابی رو در این برنامه داریم. واقعا برای خود من مایه افتخاره که با ایشون صحبت میکنم، به عنوان مادری که در طول این 14 سال نذاشته که صدای سعید خاموش بشه. خانم نقابی با سلام به شما، خوشحالم که در این برنامه شرکت دارین. صدای من رو دارین؟ سلام علیکم. بله بله، سلام از ما خانم، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. و من میخواستم بگم من مطمئنم خیلی از بینندگانمون با اسم سعید آشنا هستن، اما 14 ساله از زمانی که سعید دستگیر شد میگذره و شما مرتباً از تمام مسئولین و دادگاه‌ها و هر جایی که فکر کردین تا اونجایی که من اطلاع داشته باشم رفتین که فقط خبری به شما بدن. تا حال چه اتفاقی افتاده؟ چه خبری دادن؟ چه چیزی دستگیرتون شده از این به اصطلاح درخواستا و تقاضا برای اینکه بدونین سعید کجاست؟ توی 14 سال که به هر نوعی که به ما گفتن عین ما رو بازی میدن، امروز برین فردا بیاین، از این ارگان به اون ارگان میفرستن. اما بعدی که یک ساله که گزارشی که از اوین دادن به دادستانی، اینو به ما نمیگن این گزارش چی بوده. از هر کدوم از مسئولین سوال میکنم میگه چیزی نبوده، ولی دستگیریش حقیقت واقعیت داره، منتها باید ما بدونیم کجا هست. الان نزدیک 8 ماه 9 ماه آقای آوایی که حقوق شهروندیه به ایشون مراجعه کردیم، ایشون میگن ما پیگیر هستیم، از همه جا استعلام کردن که جواب به ما بدن که ببینیم چی بلا به سر این بچه اومده، کجا هست، توسط کدوم ارگان دستگیر شده. که ایشون هر دفعه میریم یک شمه دیدار داره، هر یک شمه اونجا هستم، هر دفعه یه چیز میگم. الان در روز پیش ما رو خواسته بودن که آقای دولت آبادی هم تشریف میارن، بیاین اونجا یه قضیه میخوان روشن کنیم. که ما رفتیم اونجا، ایشون گفتن که شما دیر رسیدین و آقای دولت آبادی تشریف بردن، نماینده سپاه نیومدن. ما مجددا نامه نوشتیم که سپاه باید جوابگو باشه.
سپاه انکار میکنه، میگه توسط سپاه بازداشت نشده. ما هم همینجوری آلم امروز از صبح ساعت 9 من رفته بودم باز دفتر آقای آبایی بودم تا ساعت 2. ایشون آخر به ما جواب دادن که من از همه جا خواستم فعلا جواب قطعی به شما نتونستم بدم، چون سپاه جوابگو نیست، سپاه باید جواب بده، سپاه جواب نمیده. به من یه یادداشتی داده شما، ما از دانشگاه خواستیم که از سعید قضیه‌ای بگیرن، بعد یه شماره به من دادن که شما هم پیگیر باشیم. من اونجا خیلی عصبانی شدم، گفتم آیا دانشگاه 15 سال بچه منو نگه داشته؟ آقا شما از دانشگاه چی میخواید؟ سپاه بازداشت کرده، اطلاعات بازداشت کرده، اینا باید جواب دو باشن. من برم دانشگاه بگم چی دیگه؟ خانم ما 15 سال بچه شما رو ما نگه داشتیم. اونا هم خواستشون اینه که سعید من باید پیدا شه. اگه کشتی جنازه میخوام نه قبر، اگه زنده است ملاقات میخوام. یعنی من هر روز خدا توی از این دادگاه به اون دادگاه، هر دفعه من دنبال یه چیزی میفرستن. مجلس نامه مجددا دادیم جواب ندادن. سپاه ما رو خواست دوباره جواب به ما بده، گفت نه ما پیگیر هستیم. از دفتر رهبری خواستیم که جواب فعلا تا به امروز ما رو بازی دادن، قرار بود ما جواب بدن. آقای کوثری که الان نزدیک 2 سال پیگیر این قضیه بود که قرار شده بود پارسال به ما بگه که چی بلا به سر سعید اومده، ولی نمیدونم از چی میترسم. از من مادر که 15 سال رفت، 15 سال بچه منو گرفتن بردن، حتی در این قضیه ملاقات بچه من یه دانشجو 22 سالش بود. الان نمیدونم چی کار باید بکنم. امروز بهشونم گفتم، گفتم شماها میسین که صدای منو نمیشنوین. این مردم بدونین مرغ نبود، بچه من بود اومدم بردم. بعد چی بلا به سرش آوردین که میترسین بگید؟ از دنیا، از حقوقای بین‌المللی میخوام که صدای منو مادر بشنون. از اینا بخوان که جواب منو بدن، به خدا پاهم درد میکنه. یعنی امروز پله های اون دادگاه من میرفتم بالا، توان را رفتن نداشتم، ولی تا زنده هم خانواده من، شوهرم، بچه هم، تا زنده ما پی سعید هستیم. اینا باید جواب منو بدن، باید بدن. یعنی من روزی نیست که نالهشون بکنن بگم آقا بگیم از نفرین کردن و دعا کردن بچه منو به این برگردونه. من داد برم چی کار کنم؟ برم دانشگاه بگم چی استاد سعید من اینجا؟ آخه این حرفی امروز به من زدن، به من میگن شما هم پیگیر از دانشگاه باشین. دانشگاه مگه بچه منو نگرداشته؟ اطلاعات سپاه نگرداشته؟ بچه من هر بلا به سرش رو بوده اطلاعات سپاه هم بوده. من از دنیا میخوام که صدای منو بشنون، از دنیا، از مادرها، از خانواده ها میخوام، از همه، از ارگان ها، از مسئولی میخوام صدای منو بشنون. تا من زندم سعیدم رو میخوام. واقعا فکر کنم خانم نقابی دقیقا درست میگین، میترسن هیچ چیزی بگن. و چیزی که گفتین، دو بار شما رو دستگیر کردن اگه اشتباه نکنم، آیا حتی اون دو بار به شما گفتن چرا شما رو دستگیر کردن؟ نه، فقط تو باجی ها به من گفتن که شما بعد 12 سال 11 سال دنبال استخون اومدی، اگه میخوای دختر آزاد بشه حرف سعید نباید بزنی، اگه میخواد بچه های دیگر زندگی کنن اصلا اسم از سعید نیافت. مگه میشه؟ من همون جا هم گفتم تک تک ما رو بکشین بازم من سعیدم رو میخوام. یعنی در واقع از چی میترسیم؟ بله، یعنی در واقع جرم شما اینه که میخواین خبری از بچهتون داشته باشین. روک و پوسکنده این رو گفتن که شما جرمتون اینه، به این دلیل دستگیر میشین، به این دلیل فشار بهتون میارن. و این ادعای به نظر من خیلی مسخره که به شما گفتم برین دانشگاه از اونا بپرسین، به معنی دوباره فرستادن اینجا و اونجا. و واقعا همین موندن شما و اینکه نذاشتین سعید از اذهان خیلی ها پاک بشه، به نظر من این خیلی بزرگه. یعنی 14-15 سال شما نذاشتین مردم سعید رو فراموش کنن. حالا شاید خودتون خبر نداشته باشین، ولی خیلی جاها در مورد سعید صحبت میشه،
خود من به شخصه هر جا که سخنرانی بوده صحبت شده در موردش صحبت کردم، چرا که مردم باید بدونن که فقط کشتن و فقط شکنجه اینا نیست، همینجوری بچه مردم رو میبرن و هیچ گونه خبری نمیدن که کجاست. من خاطرم هست که به شما گفته بودن که تا سال 81 گویا سعید در زندان اوین بوده، این چقدر صحت داره؟ قرار بود اصلا به من ملاقات بدن، به من فرم ملاقات دادن، من پر کردم، به من کارت ملاقات دادن که من رفتم اوین که سعیدم رو ملاقات کنم، که به نام سید مجید مسئول زندان ها بود، ایشون که با یه توهین بد من از اونجا بیرون کردن، گفتن بچه شما ملاقات نداره، بچه شما همین اینجا انتقالی ندادن، اگه هم داده باشن ملاقات نداری. سال 82 که نماینده حقوق بشر اومد، من شکایت همون موقع هم نوشتم، گفتم آقا اینا بچه منو به نمیدن، به من ملاقات نمیدن، به من میگن امروز بیا برو فردا بیا، دیگه منو بازی میدن، جواب ندن. 84 آقای سالارکیا توی گفته هامون هم شاید شنیده، آقای سالارکیا گفت من درخواست کردم که یه ملاقات به شما بده سپاه. بعد دو ماه دوباره ما رو خواستن آقای سالارکیا، گفتم والا سپاه قبول نکرد، نیستین که ما هم خبر از پرونده فرزند شما نداریم، سپاه چیز نکرد که تایید نکرد که به شما یه ملاقات بدیم. من هم هیچ گونه اطلاعاتی از ایشون ندارم که کدوم بازداشتگاه نگه داره میشه. من هم فقط این رو میخوام بدونم، من یه مادرم، من 22 سعید فرزند اولم بود، من بزرگش کردم که ثمرهشو ببینم، اولادمو ببینم، نه اینکه بچه منو ببرن 10 دقیقه 15 ساله اون وقت از ترسشون نگن که چه بلا به سرش آوردن. اگه نمیترسن بیان بگن که بچه‌ت اینه یا زنده است، بیا ملاقات کن، یا کشتیم این جنازه‌اش، از چی میترسن؟ یه جنایت از این بالاتر که من 15 سال زوزه میکشم، یعنی شب روز باورتون میشه تولد سعید میگفت به من امشب سعید میاد، امشب سعید من زنگ میزنه، امشب اینا میبینن سعید من چی میکشم، سعید منو به این بر میده. من 40 شب تو پشت رو قرآن به سر شدم، گفتم خدایا تو هستی ای قرآن خدا، تو از اینا بخوای که سعید منو به این برگردونم. گاهی موقع دلم میسوزه برای همه مادرهای شهدا، چی مادر ستار بلکه، چی مادر مصطفی، چی مادر ندا، همشون. ولی باز یه جا حسادت میکنم، میگم یه قبری دارن، من هیچی ندارم، نمیدونم به کجا باید، به کدوم قبر ناله بزنم، به کدوم جنازه باید برم، به کدوم سر خاک برم گریه کنم. دم یعنی هر روز دم زندان، باورتون میشه هر هفته من دم زندانم و هر هفته هیچ جوابی به شما نمیدن، هر هفته تنها همون حرفا رو میزنن. بله واقعا. بفرمایید خانم نقابی، بفرمایید. میگن که ما شما زندان نیاید، جواب شما رو باید دادستانی بده، جواب شما رو باید رهبری بده. من 1000 تا نامه به بیت رهبری دادم، آیا من مال این مملکت نیستم؟ صدای من رهبر نمیشنوه؟ بدی یه مادر تو گوشه این مملکت داره هر روز ناله میکنه، ببینیم درد چیه، فرزند اینو به کجا بردیم، کجا نگه داشتیم؟ بله به نظر نمیاد هیچ کدوم از اون صداها رو میشنون و یا میشنون و گوشه های خودشون رو بستن، همونطور که خودتون به درستی گفتین اینا میترسن، نمیخوان بگن چی شده به طور واقعی. و شما اشاره کردین، گفتین به در واقع مسئول حقوق بشر شکایت کرده بودین، چه جوابی داده شد؟ من هم آقای احمد شهید که اون موقع گزارش اولیشم من به ایشون شکایت نوشتم، بار دومیشم نوشتم، باز هر دفعه که چیز کردم من شکایت کردم، فعلا جوابی به قول یا اونا نتونستن یا ایران اجازه نداده، فعلا جوابی به من ندادن که آیا جواب به حقوق و سازمان ملل دادن اینا چی بلا به سر بچه من آوردن، یا میخوان انکار کنن، فعلا نتیجه نگرفتن تا به امروز، همینی که هست. بله واقعا همطور که میگم، واقعا جای تحسین داره که شما تمام این سالها رو
درسته میدونم به عنوان یک مادر طبعا آدم بچهش رو بزرگ کرده و حتی من ابتدای برنامه گفتم حتی نمیشه، من به خودم جرئت نمیدم حتی 2 دقیقه خودم رو جای شما بذارم، یعنی میتونم حداقل تصور کنم چقدر وحشتناکه. اما در این حال شما تنها اون ناراحتی نبوده، قدم برداشتین و همونطور که گفتم شما به معنی بزرگتر باعث شدین که سعید رو هزاران هزار نفر فراموش نکنن. ما هم از همینجا حتی قبل از اینکه با شما صحبت بکنم از چند سال پیش مرتبا این رو جاهای مختلف منعکس کردیم و این کارو خواهیم کرد، چه در رابطه با سازمان‌های جهانی، احمد شهید و جاهای دیگه. من فکر می‌کنم تا حالا ثابت شده بیشتر فشار هستش که مجبور میشن یه چیزی بگن، مجبور میشن صحبت بکنن و یه خبری بدن. اما این تریبون تریبون خودتونه و هر زمانی باشه در اختیارتونه. من سوال دیگه خدمتتون ندارم، میدونم هر سوال من به هر حال یادآور خیلی چیزا هستش و شما رو شاید تو اون حالت خیلی ناراحت ببره، اما اگر نکته‌ای داریم بفرمایید، من سوالی خدمتتون ندارم. ممنونم، خیلی لطف میکنی شما، من صدای مادر دلسوخته رو میرسونیم، میخوام صدای من رو بشنون دیگه، هیچ مادر عین مادر سعید ناله نزنه، من میخوام که دنیا بشنوی که دیگه تکرار نشه، سعید های دیگه از بین نره. الان خیلی مادرها هستن که فکر میکنن هنوز بچه هاشون تو زندانن ولی نمیدونن این من و مادر باید دنبال جنازه بگردن، دنبال قبر بگردن. امیدوارم دیگه هیچ مادر این من نشه. ازتون خیلی تشکر میکنم، به گرمی در آغوشتون میگیرم خانم نقابی و همونطور که گفتم این میدیا، این رسانه همیشه در اختیارتونه. خیلی تشکر میکنم از حضورتون. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. تشکر میکنم. ممنونم، شبتون بخیر. بله بینندگان عزیز، گفتگویی بود با اکرم نقابی، مادر سعید زینالی. واقعا گوش دادن به این مادر قلب هر کسی رو که یک ذره انسانیت تو قلبش باشه به تکون میده و به خشم میاره که یک مادری 14-15 ساله دنبال فرزندش میگرده و با اون راحت صحبت کردن. اینجا مادر موردش صحبت کردیم، ولی واسه مادر سعید وحشتناکه وقتی که همونطور که خودش گفت هر سالی که تولد سعید هستش چشم انتظاره که سعید برگرده خونه و این واقعا غیر قابل تصور و غیر انسانیه. اما چیزی که اکرم نقابی گفتن این بود که کمکش کنیم که سعید و صدای سعید رو به دنیا برسونن، کمکش کنیم که فشار بیارن به جمهوری اسلامی و رسانه های و مجامع بین المللی که جمهوری اسلامی باید جوابگو باشه، مجبورش کنیم که جوابگو باشه در مقابل جنایتی که کرده و چیکار کرده با سعید زینالی، چیکار کرده، باید بیاد و بگه چه کسی مسئول بوده. از ترسش طبعا نمیگه، از ترس این رو خیلی وقتا انجام داده، زمانی که یک زندانی هیچ خبری ازش نیست تا مدت ها از ترسش چی نمیگه، به خاطر اینکه در مورد چی بگه، در مورد این بگه که آیا سر به نیستش کردن و یا زنده است یه جایی هستش و نمیخواد به همه بگه چی هستش. و من فکر میکنم اینجا مهم هستش که من و شمایی که صدای مادر سعید رو میشنویم کمک کنیم و فشار بیاریم به مجامع بین المللی. کسی مثل احمد شهید و غیره و اتحادیه اروپا و غیره رو مجبور بکنیم که بیان صحبت بکنن، ولی واقعا چقدر کریهه. زمانی که مذاکرات در رابطه با برنامه اتمی پیش میره تنها صحبتی که اونجا نمیشه مسئله وضعیت زندانیانی سیاسی هستش، وضعیت کسی مثل مادر سعید زینالی که تنها اون نیستش، تعداد خیلی زیاد دیگه ای هستن. ما مادر سعید رو میشناسیم چرا که مادر سعید با استقامت و پشتکاری کامل تمام این 15 سال و حتی یک دقیقه هم نشده که بذاره صدای سعید خاموش بمونه. و منم اینجا از شما میخوام که کمک کنین صدای سعید و مادرش خاموش نمونه و بتونیم با فشاری که میاریم این مادر به خواستش برسه. رسیدن این مادر به خواستش فقط سعید نیست، فقط مادرش نیست، در واقع جواب خواستن از جمهوری اسلامی، مجبور کردنش به این هستش که جواب بده در مقابل جنایتایی که کرده.
برای همه از شما عزیزان شب و روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم و اگر مایل هستین در این برنامه شرکت بکنین حتما با ما تماس بگیرین و که بتونین با شما در این برنامه گفتگویی داشته باشیم و از این طریق صدای زندانیان سیاسی رو هرچه وسیع‌تر به گوش دنیا برسونیم. شب و روزتون خوش.